روز جمعه 13 نوامبر ما شاهد یک سری عملیات تروریستی در فرانسه بودیم که باعث مرگ تعداد زیادی از انسانهای بیگناه شد. در این رابطه تفسیرها و تحلیلها و عکس‌العمل‌های گوناگون روی مسئله قرار گرفت. امروز مهمان عزیزی داریم، آقای رحمان حسین‌زاده، رئیس دفتر سیاسی حزب حکمتیش. سلام دارم به شما آقای حسین‌زاده و خیلی ممنون از این که بار دیگر به ما این فرصت رو دادین که در خدمتتون باشیم. با تشکر فراوان، با سلام به شما و همکارانتون، همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه رادیو، بفرمایید. آقای حسین زاده، قطعا در جریان هستید جمعه 13 نوامبر اون در واقع عملیات تروریستی که صورت گرفت و باعث عکس‌العمل‌های متفاوتی شد از زاویه‌های مختلف، از زاویه مردم، از زاویه دولت. ما شاهد حتی فشارها و جنگ دیگری شد، عملا فرانسه خودش رو در جنگ اعلام کرد، در شرایط جنگی. خواستم اگه اجازه بدید با توافق شما از اینجا شروع کنیم که دیدگاه شما نسبت به این عملیات و این شرایط و این اوضاع چی هستش، تا بعد موضوع رو در زاویه‌های دیگه مورد بررسی قرار بدیم. این اقدامات تروریستی بسیار تکان دهنده بود و طبعا وجدان آگاه هر انسانی رو در جامعه امروزی به درد میاره و به تکون در میاره. ما همون موقع به عنوان حزب حکمتیست به سرعت اعلامیه منتشر کردیم. این اقدامات تروریستی در پاریس و در فرانسه رو قویا محکوم کردیم. هر نوع تروریسم، چه تروریسم الان جریانات اسلامی و حتی در مقابل تروریسمی که حتی خود دولت‌های غربی هم متقابلا با اون دست میزنن، از نظر ما قویا محکومه. تا اونجایی که به این اتفاق برمیگرده اتفاق دردناکی بود. توی این ماجرا ما دیدیم برحال انسانهایی که برحال روز جمعه شون دنبال تفریح و شادی و زندگی نرمال خودشون بودن، تومه این تروریسم وحشی اسلامی شدن و ما با همه بستگان، بازماندگان این کشتار اعلام همدردی کردیم و خودمونو در کنار اون جبهه بشریت آزادی خواه میبینیم که کلن این اقدامات تروریستی رو محکوم میکنن و حتی به سهم خود در هر جا که بتونیم باید با اقدامات تروریستی و از جمله تروریسم اسلامی بیچون و چرا مقابله کرد. البته باید گفتش که این عملیات تنها نبود، دو روز قبلش هم در لبنان صورت گرفت با همون وسعت، که اگه اجازه بدید به این مسئله برگردیم، ولی همین فعلا در اروپا بمونیم. چه تفاوتی داشت بین این مسئله و مسئله، چون این تنها عملیات تروریستی در اروپا نبود یا در فرانسه حداقل نبود، ولی این بار یک دفعه اعلام وضعیت جنگی کردند، فرانسه به شدت عکس‌العمل نشون داد. الان بلژیک بروکسل اطلاعات میاد که اصلا حکومت نظامی هزید چیز، صحنه هایی که شاید برای مردم بروکسل اصلا یا اروپای مرکزی تازگی داشته باشه، حضور ارتش و غیره. شرایط مگر چه تغییری کرده نسبت به یک ماه پیش، دو ماه پیش که با این این وسعت و با این خشونت ما داریم به عکس‌العمل ها رو میبینیم؟ ببینید، به نظرم دو ساعت از مسئله رو باید تفکیک کرد. یکی اولا در خود فرانسه هنوز یک سال از اقدامات تروریستی که علیه شارلی ابدو اتفاق افتاد نگذشته بود که دوباره این اقدامات تروریستی اتفاق افتاد و این بار حتی ابعاد کشته و قربانیان این فاجعه بسیار بالاتر بود و همونطور که اشاره کردین و این تو همین حتی هفته‌ای که گذشت، همون هفته‌ای که این اتفاق در پاریس اتفاق افتاد، ما چند روز قبلترش رو در لبنان داشتیم و اقدامات تروریستی رو الان در خاورمیانه گرفته تا به ویژه اروپا هم کشورهای دیگه ابعادش بیشتر شده. به اون معنا ابعاد اقدامات تروریستی گسترش بیشتری پیدا کرده. به این ترتیب هم جامعه و هم مردم حساس‌ترن و عکس‌العمل قوی‌تری رو دارن نشون میدن.
یه جنبه دیگه اینه، خود دولت های غربی و از جمله در این مورد دولت فرانسه یا الان در بلژیک و غیره چقدر لازمه عکس العمل نشون داده بشه، ولی خود اینا اینو هم فرصتی میکنن برای اینکه اقدامات فشارشون رو علیه شهروندان جامعه و یا به این بهانه درگیریشون رو از جمله در خاورمیانه و غیره که با جریانات تروریستی مثل داعش و غیره دارن به حال توجیه بیشتری براش بتراشن. یعنی از یه طرف به نظرم ابعاد عکس العمل قوی تریه که جامعه و مردم دارن، از یه طرفی هم تحت این فضا دولت ها و از جمله دولت های غربی و خود دولت فرانسه از این ماجرا میخواد بهره برداری بیشتری بکنه برای اینکه بسیاری از اقدامات فشار رو علیه جامعه و حقوق شهروندان اون جامعه گسترش بده. به نظرم این دو جنبه رو توی این ماجرا باید دید. بله، اخیرا هم یعنی همزمان هم سران جی 20 در واقع توی ترکیه دور هم جمع شد و موضوع اصلی یا یکی از موضوعات اصلیشون همین مسئله بود و این در شرایطی است که ترکیه به عنوان یکی از حامیان اصلی داعش داره عمل میکنه. به نظر شما آیا میتونه این موضوعات فشاری هم باشه رو شرایط رو وضعیت ترکیه؟ ما الان شاهدیم که اردوغان هم دوباره رأی آورد و دوباره قدرت رو به دست گرفتن. ببینید واقعیت چیه، این اقدامات تروریستی که گسترش بیشتری پیدا کرده دیگه واضحه بخشن حاصل سیاست خود قدرت های جهانی از جمله در تحولات خاورمیانه در عراق و سوریه به عنوان نمونه های برجسته اش. به حال این کشورها قدرت های جهانی از یک طرف آمریکا و متحدینش و جدیدترش هم خود روسیه و متحدینش به حال پای این اوضاع سناریو سیاهی سوریه هستند، قبلتر خود کشورهای غربی اوضاع عراق رو به اینجا کشوندن، همه خودشون الان اذعان میکنن داعشی که سرمنشه این اقدامات تروریستی الان در غرب بعد از تحولات در عراق شکل گرفت و به اینجا رسید و در یکی دو سال گذشته حامی اصلی خود داعش در معادلات سوریه دولت ترکیه بود که شما اشاره کردید. یعنی قبلترها که بعدا میتونیم بیشتر بهش بپردازیم خود اینا و ما حاصل سیاست اینا رشد گسترش همین تروریسم اسلامی در مقابل اون تروریسمی هم که اینا داشتن در خود اون کشورها در عراق در سوریه. ما شاهد تروریسم دولتی از تروریسم همین قدرت‌های جهانی بودیم تا متحدین محلیشون دولت عراقش رو گرفته تا دولت بشار اسد تا مثلا عربستان سعودی که پشت حمایت همین اقدامات تروریستی هست. در نتیجه این اتفاقات ابعاد تروریسم رو بیشتر کرده و به جایی رسیده که همین حاصل کار خودشون حاصل سیاست های خودشون تجسمش در امثال داعش الان به مزاحم خودشون تبدیل شده، الان به مانع اقدامات خودشون در منطقه تبدیل شده. از این سر به حال دارن فشارشون رو یا زورشون رو بیشتر علیه داعش به کار میگیرن، از این سر طبعا به ترکیه هم دارن فشار میارن. ترکیه شاید به حال حمایتش رو محدودتر بکنه نسبت به داعش و تروریستای اسلامی سوریه در قبال البته امتیازاتی که میخواد بگیره. طبعا تو همین ماجرای بار دیگه اردوغان به قدرت رسید، ما دیدیم در دو ماهه قبل از انتخابات مجدد اردوغان در داخل ترکیه دست به اقدامات وسیع سرکوبگرانه نظامی میلیتاریستی زد علیه حزب کارگران کردستان، علیه شهروندان خود جامعه، فشار بر حتی کانتون هایی که در کردستان سوریه شکل گرفتن، ادامه حمایتش از داعش تا به جایی رسید که به نظرم تو این وسط یه معامله ای بین خود اوباما، اردوغان، آمریکا، ترکیه به درجه صورت گرفت. از یه طرف ترکیه اجازه داد از پایگاهاش استفاده بشه علیه داعش، از اون ورم به هر حال آمریکا خیلی روشن به هر حال در مقابل این فشارهای اردوغان در داخل خود ترکیه بر حال فشاری نذاشتن، مانعی براش ایجاد نکردن که دوباره فضا رو چنان ناامن کرد اردوغان که سر از صندوق رای در آورد و این بار با خودش بتونه دولت واحد و سازمان بده. منظورم اینه تو این ماجره به دبستانی صورت گرفت. بر حال این وسط هم الان که فشارشون علیه اردوغان بیشتر شده
تا در مقابل داعش بیسته، اینو قطعا دولت ترکیه هم امتیازاتی به نفع سیاستهای خودش گرفته. ماحصل اینو دیپلماسی و سیاست که بین این قدرت‌ها و کشورها هست، واقعیتش اینه هیچ وقت منجر نشده به این که به طور قاطع و روشن جلوی تروریسم رو بگیره. ما می‌بینیم تو همه این ماجراها، تو همه این کش و قوسا که این دولت‌ها و قدرت‌ها به انجام میدن و ظاهرا بمباراناشون هم ادامه میدن، اما تروریسم رشد کرده. ما همین امسال در اروپا گرفته تا خاورمیانه می‌بینیم ابعاد تروریسم اسلامی و در مقابلش تروریسم دولت‌ها هم به نظرم گسترش بیشتری پیدا کرده. میخوام بگم به نظرم راه حل واقعی مقابله با اون تروریسمی که الان بشریت رو تهدید میکنه در چارچوب سیاست‌های قدرت‌های جهانی و این دولت‌ها میسر نمیشه. اشاره به رشد و گسترش تروریسم دولتی دارین، آیا این چیزی متفاوت یا جدید هستش؟ به هر حال ما شاهد حضور این تروریسم دولتی از شاید در زیر درخت نفل و شادو استارت خورد و شروع شد تا بعدها به شکل صدور انقلاب در ایران و غیره به هر حال شد، شاید هویت گرفت. آیا شما چیز دیگری رو در شرایط کنونی میبینید که روی اون بشه اشاره کرد؟ ببینید به نظرم چند مسئله هست، شاید اینجا فرصتیه برگردیم یه اشاره کوتاهی به علل رشد همین جنبش اسلام سیاسی، تروریسم اسلامی که گفتم ماحصل خود همین سیاست کشورهای غربی و قدرت جهانی است، اشاره بکنیم. ببینید تو همین ماجرای چند روز قبل که در یه محله پاریس دنبال اون 7 نفر رو دستگیر کردن و قول خودشون مغز متفکر این عملیات تروریستی رو کشتن، خود یکی از خبرنگارای همین رسانه های غربی اشاره ظاهرن بی آزاری به یه مسئله داشت، میگفت این محله‌ای که اینجا داره این عملیات الان صورت میگیره جزو فقیرترین، محرومترین، گمشده ترین و به اون معنا محلات فرانسه و از جمله پاریسه. درنچه شما دیگه چونی محلهی که منبع فقر و بیکاری و فلاکت و تبعیض خودش یه جوابیه که چرا مثلا گروه های تروریستی اسلامی از اینجا رشد میکنن. به نظرم ریشه‌اش در این تبعیض و نابرابریه که خود همین دولت ها و این نظم موجود، نظم سرمایه و از جمله دولت سرمایه بزرگ فرانسه هم تحمیل کرده. یه عامل اصلیه شروع این تروریسم ریشه در این تبعیض و نابرابری دنیای موجود، اوضاع موجود و نظم سرمایه هست. و اینو اضافه کنیم که چرا بخش عمده این تروریسم اسلامی و حتی گروهاش که سر از اروپا هم در آوردن از منطقه خاورمیانه میان. در یک قدم اونورتر شما میبینید تو خود اون خاورمیانه هم یه تبعیضات بسیار بزرگتر در ماکروی سیاسی و ها نهان دینه شده نتیجه همین سیاست های امپریالیستی، سیاست های کشور غربی، که یه نمونه مشخصش به هر حال اوضاع بین فلسطین اسرائیل در نیم قرن گذشته، ماجرای فلسطین اسرائیل و تبعیضات شنیعی که علیه شهروندان فلسطینی اعمال میشه توسط دولت اسرائیل متحد آمریکا و غرب، خودش یه منبع اصلی رشد و گسترش جنبش اسلامی و به دنبالش تروریسم اسلامی بوده. و بعد اون نکته‌ای که شما اشاره کردین، 36-37 سال قبل کمربند سبز رو در مقابل شوروی ایجاد کردن در همون افغانستان، مجاهدین مسلمان رو مسلح کردن، سازمانشون دادن، قدرت نظامی بهشون دادن، نتیجهش به هر حال این شد ظاهراً سوویت و شوروی رو به یه ناکامی رسوندن در اونجا. اما از اون وقت تا به حال هم جنبش اسلام سیاسی، هم تروریسم اسلامی از نوع مجاهدینیش تا طالبانیش تا القاعدهش تا به حال که الان اونجا به عنوان یه قدرت قومی مذهبی دستشون تو کاره. و این همزمان بود با همون چیزی که شما گفتین، در ایران هم جنبش اسلام سیاسی رو پروبال دادن، حمایتش کردن، خمینی رو از نوفل نوشاتو با پرواز انقلاب به ایران برگردوندن و مجال دادن جنبش اسلام سیاسی. و به نظرم یه دولت تروریستی، دولت جمهوری اسلامی واضح ترین نوع دولت تروریستی در منطقه است که در همون پاریس مگه دولت جمهوری اسلامی ترور رو
20 سال 25 30 سال قبل سازمان نداشت، شاپور و بختیار رو نکشتن. اینا را که در کنار هم بذارین، عوامل رشد و گسترش این تروریسم و تروریسم اسلامی هست. در مقابل چی بوده؟ همین دولت‌های غربی اتفاقا با اعمال تروریستیشون، به نظرم همین که گروه‌های تروریستی رو در افغانستان حمایت کردن، همین که خودشون در افغانستان و در تحولات افغانستان دخالت مستقیم نظامی کردن و جامعه رو به درجه تروریزه کردن، اینکه در عراق خیلی روشن دولت آمریکا اومد و دخالت کرد با اون دخالت نظامی و اقدامات تروریستی زیادی که اتفاقا خود ارتش آمریکا و حامیانش در اونجا سازمان دادن، همه اینا دست به دست هم میده در چش مردم اون منطقه به عنوان یه دولت‌های زورگو، یه دولت‌هایی که مظهر نهادینه کردن این تبعیضات در اون منطقه هستن و دولت‌هایی که اتفاقا با لشکرکشی‌های نظامیشون و حتی با اقدامات تروریستیشون در دل خودشون نه تنها گروه‌های تروریستی حامی خودشون رو سازمان دادن، بلکه در جبهه مقابل تروریسم اسلامی هم به هر حال رشد می‌کنه، توجیه دست آورده که ظاهرا علیه، به قول خودشون، علیه استکبار و علیه امپریالیسم و علیه زورگویی آمریکا و متحدین و قدرت‌های جهانی دارن جنگ میکنن و ادعای اینو دارن، علیه تبعیضن، علیه نابرابرین. با این توجیهات در مقابل این نوع تروریسم دولتی آمریکا و غرب و اینا، این تروریسم اسلامی هم شکل میگیره. و نکته جدیدی که من میخوام بگم اینه، به نظرم اقدامات دولت آمریکا و متحدینش، روسیه و متحدینش، آمریکا و متحدینش در عراق به اضافه سوریه، روسیه حتی در سوریه، در نوع خودش یه نوع تروریسم دولتیه که به نظرم ابعاد جدیدتری به خودش گرفته، در دامن خودش به نظرم تروریسم اسلامی رو بیشتر گسترش میده. نکته من این. بله، متشکر از توضیحتون. اشاره داشتید به مسئله فقر و اون در واقع نقطه گمنام و گم شده در پاریس، الان هم در بروکسل دارن دنبال صلاح عبدالسلام میگردن، که این هم یکی از مغزای متفکر همین قضیه بوده و اشاره دارن به یک محله یا شهرکی در اطراف همون بروکسل که در واقع صحبت بر سر اینه که اینجا تولید میکنه اینها رو، اون هم دقیقا به مواردی که شما اشاره کردید، مسئله فقر و تبعیض و اصلا ایزوله بودن این گروه. پس نیروهای چپ کجا هستن آقای حسین زاده وقتی که این گروه، چرا باید این گروه، این افراد، این انرژی های ضد سرمایه، انرژی هایی که ضد تبعیض و فقر و تمام این مشکلات سرمایه داری هستن، چرا باید به این راحتی به دامان داعش بیو و اسلام سیاسی بیفتن؟ چرا نیروهای چپ نتونستن اینها رو در خودشون جذب کنن؟ دقیقا به نکته مهم اشاره کردی و این نتیجگیری ما رو به این واقعیت تلخ میرسونه. از جمله در خود اروپا همین موارد مشخص، در فرانسه ای که یه زمانی کمون پاریس در اونجا اتفاق افتاد، در 1968 به هر حال ما تحرک چپ اجتماعی قوی رو داشتیم، اتفاقا از فرانسه گرفته تا دیگه کشورهای اروپایی، همون بلژیکی که الان اشاره میکنی و حتی تا خود عراق و سوریه ای که در اون جامعه به هر حال جنبش اسلام سیاسی و تروریسم اسلامی رشد کرده بر مبنای همین نارضایتی‌ها و تبعیض‌های عمیق، دقیقاً غیاب نیروی رادیکال چپ رو میرسونه. متاسفانه در ابعاد اجتماعی از در کشورهای اروپایی گرفته و همین نمونه فرانسه، ما شاهد حضور اجتماعی مؤثر و سازمانیافته نیروی چپ رادیکالی نیستیم که اتفاقا به روشنی این تبعیضات رو ببینه، این نابرابری ها رو ببینه، اونو پرچم و پلتفرمی بکنه. به قول شما این نسل جوانی که بیزاره از این وضعیت، از این ناهنجاری ها، از این نابرابری ها، به جای اینکه به دامن یه ارتجاع سیاهی بیفته، دنبال یه جبهه رادیکال و مترقی و چپ بیفته. در صحنه تحولات سیاسی فرانسه اینو نمیبینن، همین نسل جوان اینو نمیبینه. جالبه همین خبرنگاری که من بهش اشاره میکردم میگفت در گزارش ها اومده همین جوانایی که الان جذب این گروه های تروریستی شدن، بخشیشاشون
به 3 سال قبلتر زندگیشون که نگاه میکنن، اینا آدمای حتی به اون معنا اسلامی هم نبودن، به قول خود اونا دیسکوبرو بودن، به هر حال دنبال شادی خودشون بودن، اما در اون گتوهایی که براشون درست کردن چنان از تبعیض و نابرابری و ناهنجاری رنج میکشن و به هر حال چنان حرمت و کرامتشون در اون سن جوانی زیر پا له شده و دستشون به جایی بند نیست، تا چششون رو باز کردن ظاهرا یه جریانات اسلامی مرتجع و سیاه، همون اونایی که میبینیم داعش، به هر حال یه راهحلی به اونا نشون میده که گویا علیه تبعیضن، علیه نابرابریان، علیه امپریالیست هستن، علیه همین دولت فرانسه هستن و غیره، این جاذبه پیدا میکنه برای اینا و جذبش میشن. در نتیجه در یک کلام به حال ما غیاب نیروی اجتماعی چپ و کمونیست رو در این جامعه در سطح خود اروپا و در کشورهایی مثل فرانسه، مثل سوریه و غیره که الان به منبع این صدور تروریسم داعشی تبدیل شده میبینیم و این اونجا جواب نمیگیره، این جبهه نیست، به همین نسبت به نظرم جذب این نیروهای ارتجایی شدن. من یه مثال دیگه رو بزنم، تو همون سوریه و تحولات سوریه، اون ورتر در کردستان سوریه ما در 2 سال گذشته شاهد عروج یه نیرویی که خودش رو سوسیالیست هم نمیدونه، کمونیست هم نمیدونه، چپ نمیدونه، یه نیرویی که به هر حال به درجه مترقی و آزادی خواه در کردستان سوریه و در کانتونهاش شکل گرفت که در شکل مقاومت زنان و مردان کوبانی در مقابل داعش خودشون نشون داد، در اداره امور و دست خودشون در اون کانتون ها خودشون نشون داد، به همون نسبت که به هر حال درجه مترقی بودن، اتفاقا تو همون جامعه امید ایجاد کردن، خوشبینی ایجاد کردن، صف مقاومت مثبت رو ایجاد کردن و به هر حال به یه نقطه امیدی حتی در دنیای امروز تبدیل شدن، حمایت جهانی رو ازشون دیدیم. و بالمناسبه همینجا اشاره کنه، همین روزا خودت بهتر از من تعقیب کردی یه جوان کانادایی که جذب به هر حال همین نیروهای مترقی و آزادی خواه کردستان سوریه شده بود، اونجا حتی جانش رو باخت. یعنی میخوام بگم اگه یه جایی یه سنگر مقاومت چپ و رادیکال شکل بگیره، به نظرم جامعه روش رو به این طرف برمیگردونه و به این طرف میچرخه و اون وقت جذب نیروهای سیاه ارتجایی مثل داعش و نیروهای اسلامی میشن. به هر حال متاسفانه غیاب این چپ رادیکال کمونیست و اجتماعی رو در کشورهای غربی در این جامعه و حتی بخشان در خاورمیانه داریم و خود این عاملی بوده که جنبش اسلامی سیاسی و تروریسم اسلامی ازش استفاده کنه. بله، این جوانی هم که شما اشاره کردید از کانادا، به طور رسمی هم ازش در واقع در مراسم خاکسپاری چیز کردن، خیلی رسمی، یعنی از طرف مردم و غیره انگار یک کشته جنگ رسمی آوردنش. این توضیحاتی که دادین واقعا برمیگرده به مصداق اون که دنیای بدون سوسیالیسم به بربریت سقوط میکنه و بالواقع همینه. اجازه بده اگه موافق باشی یک زاویه دیگه این مسئله رو هم نگاه بکنیم. الان بعد از جنگ جهانی دوم ما با خیلی عظیم، در واقع یک بحران عظیم پناهندگی روبرو هستیم. بیش از 4 میلیون آدم آواره شدن از سوریه، بیش از 100,000 نفر کشته شدن. اروپا اولین سنگری هست که در واقع یا مقصدی هست که اینها به سوی حداقل برای نجات جان خودشون از این وحشی های اسلامی دارن پناه میارن. برای شما در جریان هستین که کشورها اومدن مرزها رو بستن، سیم خاردار کشیدن، بعضی گفتن بیاین. الان مسئله پناهندگان، بلخص یکی از این افرادی که کشته شده تو مراسم همین تو حمله پاریس پاسپورت سوریه‌ای داشته که بسیار بعید هست که کسی بخواد بره یک عملیاتی رو انجام بده بعد هویت ملیتی خودش هم اینجوری ببره. این به نظر من، این حداقل به اعتقاد من، این یک سناریویی است که داعش انجام داد برای اینکه ضربه‌ای بزنه به این مسئله. ولی ما الان شاهد چند موضوع هستیم. اعتراضی که به آوردن پناهندگان هستش، نیروهای دست راستی در آمریکا، در کانادا، در اروپا مخالف سرسخت آوردن اینها هستن و میگن ما دروازه ها رو در عملا داریم به سوی تروریستا باز میکنیم. عده‌ای اومدن باز کردن درها رو که
ما باید از اینا حمایت بکنیم. اتفاقا در یکی از شهرهای کانادا روز جهانی حجاب، روز حجاب نه جهان، احتمال روز حجاب گذاشتن و تبلیغ حجاب میکنن و ما عملا شاهدیم یا اینوری یا اونوری یا مقابل اینها هستن یا به دامان اسلام میفتن. به نظر شما الان باید چه تصمیمی رو گرفت که به افراد و تفرید نیفتاد در این موضوع؟ ببینید، اولا تا اونجایی که به این موج آوارگی برمیگرده، اینم ماحصل همون اوضاع جنگ داخلی ناهنجار و اون اوضاع بی‌ثباتی که الان از جمله در خاورمیانه وجود داره، چون بخش عمده این موج پناهندگی از اونجا برای راهی خود کشورهای امتر و اروپا شدن، بخش عمدهش از سوریه هستن. گفتم به هر حال قدرت‌های جهانی، دولت‌های محلی منطقه که دست به این اتفاقات زدن و خودشون سهیمن در ایجاد این اوضاع، به هر حال در ایجاد آوارگیش هم به هر حال نقش دارن. مردم اگه اوضاعشون، اگه زندگیشون به چرخه، اگر اوضاع امن باشه، هیچ کس حاضر نیست اونو و کاشانه و حاصل زندگیشو رها کنه و بیاد. در نتیجه تا اون جایی که به این موج آوارگی و پناهندگی برمیگرده، به عنوان نیروی مترقی و چپ و کمونیست خیلی روشنه، ما حق این مردم میدونیم و حق این مردم رو باید به رسمیت شناخت که حق دارن از اون جهنم خودشون نجات بدن، از اون بی‌ثباتی و ناامنی خودشون و خانواده‌شون رو نجات بدن و به جایی برسن که به حال استانداردی از زندگی انسانی به رسمیت شناخته شده هست و امنیتشون رو میتونن تأمین بکنن، که بخشن اساسا کشورهای اروپایی در این تردیدی نیست. و طبعا این اقدامات راست اسلامی، تروریسم اسلامی، اقدامات حتی راست خود دولت‌های بزرگ و غیره در مقابل موج پناهندگی، طبعا راست نجات پرست، راسیستا هم به هر حال بیکار نمیشینن و خودشونو قوی میکنن، تبلیغاتشونو دارن، سازماندهیشونو دارن، مقابله میکنن با این وضعیت. و یه بچه دیگه است کاملا باید باشون مقابله بشه، بخشن هم خوشبختانه در همین دوره نیروهای آزادیخواه و مترقی و چپ در همین کشورهای اروپایی، نیروهای ضد راسیست در مقابلشون ایستادن. ما هر دو وضعشو میبینیم، از یک طرف به هر حال رشد نژاد پرستی و راسیسم رو میبینیم در مقابل با این موج پناهندگی، از یک طرف موج انسانیت و آزادیخواهی و چپگرایی رو هم میبینیم که دفاع میکنه از حقوق انسانی اینا، از حقوق پناهندگی اینا. این هر دو وضع مسئله هست و به نظرم این وسط خود دولت‌ها به نظرم یه بازی ریاکارانه دارن. اگه یادتون باشه یه ماه و نیم قبل تو آغاز این، یا دو ماه قبل تو آغاز این پناهندگی، ظاهرا کشورهای اروپایی بخش عمده شون در رأسشون آلمان میخواستن استقبال کنن، مرزها رو باز کردن، یه چند روزی هم اتفاق افتاد، ولی الان دوباره به قول شما برگشتن به اینکه کمربندها رو سفت کنن، مرزها رو دوباره بستن، فشارها رو میارن، هم به هر حال زیر فشار اون نژاد پرستی و راسیسم دارن این کارو میکنن، هم خودشون تو این ماجرا به هر سیاستشون همینه. خود این بخش عمده این دولتایی که سر کار هستن در کشورهای اروپایی دولتای راستی هستن که به هر زیر یه فشاری یه امتیازی میدن، یه مدت کوتاهی برها ظاهرا مرز رو باز میکنن پناهنده بیاد، بعدن فوراً به نقطه اول خودشون برمیگردن و الان به نقطه اول خودشون برگشتن. در نتیجه این وسط به نظرم در رابطه با مسئله پناهندگی هم دو جهت و دو حرکت وجود داره، حرکت راسیستی و نژاد پرستانه که نهایتا دولت ها هم الان میرن پشتشون، یه حرکت آزادیخواهانه و مترقی هم که برحال به نظرم نیروی انسانیت و آزادیخواه باید ازش حمایت کنه و مقابله کنه و از حقوق شهروندی همه این پناهندگان که میان به این کشورها حمایت بکنه. در نتیجه به قول شما این توجیهاتی که پاسپورت سوئدی رو نشون میدن، پاسپورت کشورهای اروپایی رو نشون میدن، همه اینا ابزار یه برای فشارهای بیشتر. من منکر این نیستم در میان این موج وسیع پناهندگی شاید تعدادی هم باشن طرفدار داعش باشن، شاید یه عده محدودی هم باشن که بیان اقدامات تروریستی رو بخوان سازمان بدن. این دیگه به اون بهانه نمیشه موج وسیع انسانیت و پناهندگی رو کوبید. خود این دولت‌ها وظیفه شونه به هر حال سیستم امنیتی و غیرشون رو چنان محکم بکنن به هر حال بتونن عاقبت جلوی تروریسم و
بگیرن تروریسم از غیر تروریسم تشخیص بدن. میدونم از این سرم دارن محدودیت ها و فشارهای بیشتری رو به این جامعه میارن، و اما من میخوام بگم این هیچ توجیهی نیست برای مقابله کردن و یا برای اینکه نذارن موج این انسان های پناهنده و مهاجر به این کشوران آیند. اینا حق دارن بیان، اینا حق دارن در جای امتری زندگی بکنن، هم خود و خانوادهشون. در این حال مقابله واقعی با تروریسم همونطور که گفتیم ریشه اصلیش اونجاست که با اون تبعیضات، اون نابرابری ها در خود این کشورها مبارزه بشه و حتی با اون سیاست های تبعیض و ضد انسانی که کشورهای غربی و غیره در خاورمیانه در دل این تحولات دارن به این پایان داده بشه. این اتفاقات نیفته و از ریشه با اون عوامل اصلی ایجاد و رشد تروریسم مقابله نشه، این نوع سیاست های نظامی و میلیتاریزه کردن در فرانسه و در بلژیک و غیره اینا نمیتونن کارو پیش ببرن. در هر نهایتا موج پناهندگی واقعیت در دنیای امروز و نظرم صف آزادی خواه و ماها باید ازشون حمایت کنیم که بیان و زندگی امتری داشته باشن. بله، جهت اطلاع شنوندگان باید گفته که از همین عوامل این ترورها یا متولد یا بزرگ شده این کشورها بودند و هیچ ارتباطی به مسئله پناهندگان نداشتند. گفتگوی ما با رحمان حسینزاده رئیس دفتر سیاسی حزب حکمتیست رو شنیدین. آقای حسینزاده خیلی ممنون از این که به ما وقت دادین و میبخشید که خستتون کرد. خیلی ممنون و تشکر، خیلی ممنون از فرصت اتفاقا که ایجاد کردین و این بحث رو داشته باشیم. شاد باشید. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.